هوی دکتر یه هم بود ما بودم یه دونه سوالم در مورد سال گذشته بپرسم بعد بریم سراغ موضوعات جدید در کنار حالا این تب و طابی که توی کشور بود اتفاقهایی که میافتاد اظهار نظرهایی که بود نگاههایی که مردم داشتن یک اتفاق دیگه ای افتاد که یه،, یه سری آدم توی توی حالا غرب شدن یه اپوزیسیون یه گروهی رو با هم تشکیل دادن و سعی کردن که حالا یه یک تیم رهبری بشن و بخوان جریانات داخلی کشور رو هدایت بکنن فکر میکنید که حالا چیزی که بعد عنوان شد اینکه این اپوزیسیون این شکست خورد هر کدوم از آدم ها دنبال منافع شخصی خودشون بودن اما فکر میکنید که اگر که کلا در کلا جریانات جمهوری اسلامی اگر یک رهبری وجود داشته باشه ممکنه که اون حالا هر یعنی حوادث مثل 401 یک یک نتیجه دیگه ای رو به دنبال داشته باشه خیر اگر رهبری وجود داشته باشه نظام اولین کاری که میکنه اون رهبره رو میگیرتش میندازتش زندان اوین خیلی راحت حتی اگه پنج نفر هم باشن ده نفر هم باشن هر پنج نفر ده نفر میگیره میندازه زندان اوین نظام جمهوری اسلامی از هر بنی بشری، از هر تنابنده ای که احساس کنه که احساس خطر بکنه رو دروسی نداره میگیره میندازه زندان منو چرا نمیندازه زندان چون میگه آل بریش مرد میخواد بگی بگه کسی خیلی اینو قبولش نداره ولی اگه یه روزی جمهوری اسلامی کوچکترین خطری از من داشت کوچکترین مشکلی فکر میاد من براش ایجاد کردم شوخی نداره من میندازه زندان مگه فایزه هاشمی رو ننداخت، مگه نرگس محمدی رو ننداخت مگه نسرین سوتو در ننداخت مگه نمیدونم مصطفی تاج زاده رو ننداخته نمیدونم اینها بنابراین نظام تعارف نداره نظام مثلا که فکر کنه خطر آفرین هستش میگیره میندازه زندان اما اینکه چرا اینکه چرا اپوزیسیون خارج از کشور نتونستن اونطور که باید شاید موفق باشن موفقیتشون در حد این بودش که بتونن یه مقدار ایرانیان خارج از کشور جمع کنن تظاهرات بکنن, بکنن، راهپیمایی بکنن اینها که خب خوب بود اون, اون راه که تو برلین کردن نمیدونم تظاهرات دیگه که کردن اینا ولی من معتقدم که مشکل اساسی اپوزیسیون مشکل اساسی اپوزیسیون این هستش که با واقعیت های جامعه ایران بیگانه هستش اپوزیسیون فکر میکنه که با حمله به جمهوری اسلامی با فحاشی به جمهوری اسلامی و آدم دیگه کار به جلو خواهد رفت نه به جلو نخواهد رفت و نرفت نرفت اپوزیسیون باید طرح داشته باشه اپوزیسیون باید برنامه داشته باشه اپوزیسیون باید بگی که آقا جون تو این مرحله ما بررسی کردیم ما مطالعه کردیم ما یه هفته دو هفته یه ما دو ما اومدیم نشستیم یه بررسی هایی کردیم و فکر میکنیم که این کار رو باید بکنیم این گام رو باید برداریم به عنوان اولین اینا اصلا و ابدا شما همچی چیز تو اپوزیسیون نمیبینی اپوزیسیون فقط شعار فقط شعار یه دیوار خراب میشه تو تهران و کلی اپوزیسیون برنامه میذارن و نمیدونم کارشناس میارن صاحب نظر میارن اینها متاسفانه نمیدونم من یه, من یه،, یه پست گذاشتم گفتم بزرگترین یکی از بزرگترین نعماتی که خداوند عزت به نظام جمهوری اسلامی داده اینی که اپوزیسیونش همین خانم ها و آقایونی که داریم میبینیم هستن یعنی من معتقدم که هیچ خطری رو هیچ نگرانی جمهوری اسلامی از بابت اپوزیسیونش نداره هیچ نگرانی نداره چون میدونی که کاره نیستن میدونی عددی نیستن میدونه چیزی نیستن اینا و و درستم فکر میکنه جمهوری اسلامی من هم اگه جمهوری اسلامی بودم هیچ نگرانی از بابات اپوزیسیون نداشتم چون میدونستم که همین فقط شعار میدن و حرف قشنگ میزنن و محکوم میکنن و نمیدونم اینا ولی یعنی بهشون بگو که خب فردا چیکار باید بکنیم دست راستشون به دست چپشون میگه فردا چیکار باید بکنیم منتظرن که دری به تخته بخوره یه اتفاقی در ایران بیفته حالا تا چند هفته مثلا از اون نمده کلاهی برای خودشون بدوزن و اینا ولی هیچ طرح و برنامه ای ندارن دکتر اگر حالا با توجه به چیزهایی که شما در مورد رفتار حاکمیت تو این 45 سال گفتین اگر که بازم سال 57 باشه بر علیه شام بر علیه شام نیکنام. ببینید یه سری باورهای ما بود که خیلی درست نبود من معتقد بودم که سیاست های اقتصادی شاه درست نیست پیشرفت زیادی نشده الاخر الان معتقدم که نه اینجوری نبوده خیلی از برنامه های شاه درست بوده از برنامه اقتصادیش درست بوده اصلاح ترزیش درست بوده زوباهنش درست بوده نمیدونم پتروشیمیش درست بوده نمیدونم کشیدن راهن تهران مشهدش درست بوده اینها به همین دلیل هم که بعد از انقلاب این همه ادامه پیدا کرده حالا با کم و زیادش اما بینید، من سال 57 من سال 56 ما یه سری خواسته های سیاسی داشتیم ببینید این خانم شیرین نوادری شما ببینید اگه بهتون بگم این خانم شیرین نبادی چقدر سخنرانی میکرد علیه حکومت محمد رضا شاه پهلوی باورتون نمیشه این آقای دکتر عبدالکریم لاهیچری میبینید من اگه بگم چقدر ایشون سخنرانی میکرد علیه این آقای عباس میلانی رو میبینید که الان میگه سر شاه مثل سر محمد رضا شاه پهلوی مثل سر شاه بوده دومش مثل دوم پلنگ بوده باید بپرستیمش میشه اینا ببینید می اینا نخبگان جامعه ما بودن دردشون چی بود درد صادق زیبا کلام چی بود درد کانون نویسندگان چی بود ببینید ما 6 هزار زندانی سیاسی داشتیم سال 55-56 بابا دردشون چی بود؟ چرا دانشجو انقدر مخالف رژیم شاه بودن؟ چرا روشن فکرها بودن؟ چرا تحصیل کرده ها بودن؟ آقا همشون نادان بودن، همشون احمق بودن، همشون نمیفهمیدن این چیزهایی که امروزه دارن سلطنت طلبان میگن، شاه پرستان میگن، مخالفین میگن، براندازها میگن که آره شما دنبال آب و برق مجانی بودین نمیدونم آخه با یه نطقای سخنرانی های دوران انقلاب بخونیم ببین آخه کدومشون گفتن که ما به خاطر آب و برق قیام کردیم اون 56 هزار زندانی سیاسی کدومشون به خاطر آب و برق مجانی رفته بودن افتاده بودن زندان بزرگترین اشکال بزرگترین اشکال اپوزیسیون این هستش که نمیخواد تاریخ این مملکت رو بشناسه و رو موج بغض و کینه ای که مردم نسبت به نظام جمهوری اسلامی دارن رو موج سوار شده و همینجوری با اون موج داره میره جلو داره موج سواری میکنه از بغض و کینه ای که مردم نسبت به نظام جمهوری اسلامی دارن ولی آخه با بغض و کینه و نفرت که نمیشه چیز کرد نمیشه که طرح سیاسی داد برنامه ریزی کرد اه، نمیدونم اه، مبارزه رو به جلو برد اینا آخه اینی که خواسته های ما خواسته های سیاسی بود خانم شیرین نوادی چرا سخنرانی میکرد در در کانون و وکلا علیه نظام شاهنشاهی راست میگفت برای اینکه استقلال قوه قضاییه وجود نداشت اینکه الان استقلال قوه قضاییه وجود نداره آیا این دلیلی این میشه که ما بگیم وقت زمان شاه هم بیایم توجیه بکنیم نه بابا زمان شاه هم نبود اگه ما مبارزه میکردیم برای اون بود که قوه قضاییه مستقل نبود زمان شاه منتهای مراتب از بس سرخوردگی به وجود آمده از بس ناامیدی به وجود آمده میدونی ارز کردم خدمتتون همه چی ریخته همه چی رفته زیر علامت سوال همه چی فرو ریخته آدم جرئت نمیکنه بگه که انقلاب سال 57 اصلا دیگه نمیگن انقلاب سال 57 بعد از زن زندگی آزادی میگن فتنه سال 57 ببین این فتنه سال 57 رو من یه ده 80 قبول میکنم ازش قبول میکنم وقتی میگه فتنه پنج ولی نمیتونم از رضا پهلوی قبول بکنم از عباس میلانی نمیتونم قبول بکنم از کسانی که واقعیت های نظام پهلوی رو میدونن ولی تو تخم چشم من شما نگاه میکنم و میگن فتنه پنج و از اینا نمیتونم قبول کنم چون اینا میدونن که میدونم مشکل چی بود میدونم ما واسه آب و برق مجانی به خیابون نیامده بودیم ما واسه اینکه دلار نمیدونم فلان بود به خیابون نیامده بودیم ما خوشی زیر دلمون نزده بود ما انتخابات آزاد میخواستیم آزادی مطبوعات میخواستیم آزادی زندانیان سیاسی میخواستیم میخواستیم اوین با خاک یکسان بشه بابا جون اینا اینا خواسته های ما بوده ما میخواستیم اعلی با قانون حکومت بکنه اعلی حضرت پاسخگو باشه اینا بوده خواسته های ما اصلا به هیچ کدوم نرسیدیم ولی اینکه شما بیای اینکه شما بیای اون وضعیت رو نخوای ببینی خیلی واقعا دیگه حرفه خیلی واقعا دیگه حرفه چرا به اون خواسته نرسیدیم چقدر ما اومدیم مطالعه بکنیم خانم این شما یه آدم تحصیل کرده هستی شما قبل از مصاحبه گفتیم که ارتباطات خوندین نمیدونم اینها چقدر چقدر جامعه ما چقدر دهه هشتادی های ما دهه هفتادی های ما دهه شستی ما دههی چقدر نسل بعد از انقلاب آمده تحقیق کرده که آقا اینا دردشون چی بود مرضشون چی بود مشکلشون چی بود اینا که اومده بودن تو خیامون تظاهرات میکردن همین فقط قلم های پامون میشکست نمیرفتیم تظاهرات بکنیم از شاه باید اون دنیا حلالیت به دردمون آبتون نبود نونتون نبود چه دردی داشتین رفتین ببینید ما عقب مانده ایم جامعه ما به شدت عقب مانده است من یه اصطلاح دارم میگم عقب ماندگی فقط تولید پیکان و پراید نیست جامعه ای که گذشتهش رو نشناسه جامعه ای که فقط با بغض و کینه و نفرت به گذشته نگاه بکنه چجوری میخواد آینده رو برنامه ریزی بکنه چجوری میخواد به جلو بره شما الان میخواین این نظام رو سرنگون بکنیم شما برانداز هستید میخواید این نظام رو سرنگون بکنید خب چرا اون وقت از پنجا هفتی ها ایراد میگیرید اگه کار شما درسته بعد این نظام رو سرنگون کرد خب پنجا هفتی ها فکر میکردن که این نظام قابل اصلاح نیست سرنگونش کردن چرا کار اونها غلط بوده کار شما درسته من معتقدم باید بریم به دنبال دموکراسی خواهی من نمیگم کار ما لزوما درست بود که انقلاب کردیم یا نکردیم حرف من چیز دیگریه دخترم حرف من این هستش که ما به دنبال خواسته های مدنی بودیم چجوری ما اینو به دهه هشتادی بگیم هشتادی انقدر بغض و کینو نفرت پیدا کرده از صادق زیبا کلا و انقلاب سال پنجاب که اصلا نمیخواد شما باهاش فقط میخواد بگیره تو بگیره خفت بکنه خرخرتو به جایی که شما چرا سال 57 انقلاب کردین یه بار از من نمیپرسه دردت چی بود انقلاب کردی یا میگه خاک بر سرت بکنن یا میگه گل بگیرن می اون مملکتی که تو روشن رو فکرش باشی یا میگه که مزدور بودی یا میگه که خائن بودی یا میگه نمیفهمیدی یا میگه درد و بلایی نمیدونم این اینجوریه انگلیس هم اینجوریه فرانسه هم جوریه نروژ هم جوریه هند هم اینجوریه. نه والا اینجوری نیستش و خیلی خیلی آیا می تو میتونی به نظر من در هشتادی اصلا نمید با هیچ کدوم از نسل های قبلی مقایسه کرد پارسال چیزی که من شنیدم عمده آدم هایی که اومدن در هشتادی بودن من در پنجاهی اون زمان هرکس هرچی به هم میگفت از معلم توی مدرسهام تا استاد دانشگاه میپذیرفتم و میگفتم داره درست میگه بدونی که در موردش تحقیق کنم چون گفتم استاد من دیگه من میتونم بهش بگم نداری اشتباه میکنه ولی الان در هشتادی اینو از منی که حالا استاد دانشگاه نیستم هیچ تخصصی رو آموزش نمیدم نمیپذیره چون نگاهش به به نظر با دهه 50 و یا حتی شاید با دهه 70 متفاوته به نظرم باید بریم دنبال شناسایی این نسله بگیم آقا این نسله چی میخواد از ما دنبال چیه به چی فکر میکنه اگه شاید حاکمیت آدم که توی این نظام تصمیم میگیرند برن میرفتن سراغ این موضوع شاید به حل مسئله میرسیدن خب من که ببین ببین دخترم ببین خانمم من که خودم دارم میگم من که خودم دارم میگم میگم ای کاش ای کاش از اون چهار ماه از اون صدها نفری که کشته شدن از اون صدها نفری که نابینا شدن تو تفنگ ساچمه به به چشمشون زدن یه مقداری نظام درس میگرفت که بابا درد اینا چیه مشکل اینا چیه یه درصد اومدن تو خیابون دو درصد اومدن تو خیابون پنج درصد آخه درد این پنج درصد چیه نگرفتن نکردن ببینید من که خودم دارم به شما میگم میگم نگرفتن نکردن شما میگی در هشتادی ها رو من باید برم بشناسم من تصور میکنم که بحثی نیستش که من در هشتادی رو میشناسم یا نمیشناسم من توی مملکت دارم زندگی میکنم همه حرف من در هشتادی ها این هستش که نمیتونین فقط نسبت به گذشته بغض و کینه و نفرت داشته باشین باید گذشته رو بشناسیم و گذشته رو با بغض و کینه و نفرت نمیشه شناخت این همه ی حرف به من به دهه هشتادی هست دهه هشتادیا ده هشتادی اونقدر از گذشته سرخورده هستند و به همون میزان که از گذشته سرخورده هستن و متنفر به همون نسبت هم از آینده نامید و به انتهای بومبست رسیده واقعا آره از این جهت یه نسل عجیبی از این جهت من با شما همقیده هستم دهه پنجایی ها انقدر این وضعیت رو نداشتن دهه شستی ها هم نداشتن امید در میان دهه شستی ها خیلی بیشتر بود علا رغم که فشار و حکومت خیلی زیادتر بود واسه هجاب واسه چی واسه چی ولی ولی این نسل دهه هشتادی ها به نظر من دو اشکال اساسی گذشته رو با خشم و بغض و کینه و نفرت میخوان نگاه کنن بنابراین هیچ آگاهی نمیتونن ازش پیدا بکنن و نسبت به آیندم بجز ناامیدی هیچ چیز دیگری ندارن دکتر میخوام حالا یه بررسی کردیم و کلا اصلا روند ف... کلا سیاست داخلیمون حالا از بوت که الان خیلی پر رنگ و شاید مردم بیشتر بخوان در موردش بدونن میخوام یک کم با هم دیگه در مورد رفتار حاکمیت در مورد نظام در مواجهه با اتفاق که تو عرصه بین الملل میفته حالا چلان اتفاقی بین خانم حماس و اسرائیل اینو دیگه بزنیم به عنوان قسمت آخر چون حقیقتش بخوام دیگه من خسته شدم ببینید ببینید نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام ایدئولوژیک است نگاهش به سیاست خارجی حکومت ها نگاهشون به سیاست خارجی باید منافع ملی باشه چرا ما به این کشور باید رابطه داشته باشیم به خاطر منافع ملیمون چرا ما اون کشور نباید رابطه داشته باشیم به خاطر منافع ملیمون چرا با این کشور بایستی وارد پیمان دو جانبه بشیم به خاطر منافع ملیمون ملاک و معیار برای هر حکومتی باید منافع ملیش و پاسداری از منافع ملیش باشه دوستی و دشمنیش با کشورهای دیگر با جوامع دیگر باید منافع ملیش باشه آیا مال جمهوری اسلامی اینجوری خیر پس ملاک و میار جمهوری اسلامی چیه واسه سیاست خارجیش؟ ایدئولوژی 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 در خدمت منافع ملیه خیلی از تصمیمات و سیاست های جمهوری اسلامی درست نیست علیه منافع ملی ایران هستش ولی چون ملاک منافع ملی نیست ملاک ایدئولوژی است نظام میره به دنبالش اونا رو انجام میده من از شما یه سوال خیلی ساده میکنم ما چه منافع ملی تو یمن داشتیم 6 سال هفت سال تو یمن حالا اون آدمایی که کشته شدن اینا بمار ما چه منافع ملی تو یمن داشتیم من فرض میگیرم خانم نیکنام عزیز من فرض میگیرم که اون, اون،, اون جریانی که جمهوری اسلامی از حمایت میکرد حوسی ها اصلا پیروز میشدن برنده میشدن همه یمن رو حوسی ها میگرفتن خوبه طرفدارای عربستان سعودی و اینا رو همه رو سرکوب میکردن و حوسی ها میشدن همه کاره یمن چه فایده ای واسه منافع ملی جمهوری اسلامی داشت هیچی 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 20 میلیون بدبخت گدای درب و داغون یمنی با اون مملکتی که جنگ درب و داغونش کرده بود میشدن جیره خور شما بعد جمهوری اسلامی بعد کمکشون بعد راه میکشید جاده میکشید آب, می آب, می آب می میکشید لوله کشی، آب میکرد برق میورد آب میبرد، گاز میورد مریض خونه میبرد، صنعت میبرد وقتی جمهوری اسلامی که سی و سه سال چهار سال از جنگ میگذره خرمشهر هنوز آب لولی کشی نداره اهواز هنوز آب لوله کشی نداره ما آبادان هنوز نمیدونم سیستم فاضلاب نداره خب اگه آمریکا عربستان چیز میگن گفت آمریکا میتونه یه کارایی بکنه بله ولی جمهوری اسلامی تو مملکت خود تشتش گرو نوشه حالا بریم یمن هم باید بریم درست بکنیم حالا یمن هم باید بریم آباد بکنیم حمایت ما از سوریه چقدر ما هزینه کردیم در سوریه دستاوردش چی بوده یه رژیم دیکتاتور خودکامه که مردم سوریه میخوان سر به تنش نباشه رو ما اونجا نگه داشتیم به به عنوان محور محور مقاومت ببینید هیچ بخشی از جمهوری اسلامی حالا اینا اینا همش از نظر منافع ملی هیچ کدوم جواب نمیگیری شما اون کلیدی که اینا رو همه رو باز میکنه سوریه رو باز میکنه لبنان رو باز میکنه اسرائیل رو باید نابود کنیم رو باز میکنه یمن رو برات باز میکنه دشمنی با آمریکا رو برات باز میکنه ایدئولوژیه جمهوری اسلامی ایران ایدئولوژی دارد نظام جمهوری اسلامی ایران ایدئولوژی دارد که بر اساس اون ایدئولوژی غرب دشمنه آمریکا دشمنه اسرائیل رو باید نابود بکنیم با عربستان رو باید بشونیم سر جاش بنابراین تو یمن طرفداران اونایی که مخالف عربستان هستن اونا رو حمایت میکنیم بشار اسد چون در محور مقاومت هستش ازش حمایت میکنیم گورو بابای مردم سوریه و قسلهاصا یعنی یعنی سیاست خارجی جمهوری اسلامی که سوال جنابالی هست وقتی شما میگی آخه چه منفعت ملی چه منافع ملی ایران داشته یه دونه پیدا نمی کنی که آقا این سیاست اون سیاست این یکی اون یکی آخه چه چیزی داشته چه نفعی واسه جمهوری اسلامی داشته ولی برای ایدئولوژی که نظام جمهوری اسلامی بهش باور داره اون وقت وقتی به اون ایدئولوژی نگاه میکنی مثل دیکوت کردن ای اینا همه اونا معنی دار میشه همینجوری وقتی نگاه میکنی اصلا مات میمونی که آخه این یعنی چی اینا چی فکر میکنن اسرائیل رو باید نابود بکنیم آخه کی این وظیفه رو به جمهوری اسلامی داده که اسرائیل باید نابود بکنیم کی به جمهوری اسلامی گفته جمهوری اسلامی شما وظیفه دارین اسرائیل اسرائیل رو نابود بکنید کی به شما این وظیفه رو داده کی به شما این تکلیف رو گذاشته رو دوش جمهوری اسلامی مردم ایران گفتند همه پرسی شده نظرسنجی شده مجلس شورای اسلامی گفته که نظام باید نابود بکنه قانون اساسی گفته اتحادیه عرب گفته سازمان کنفرانس اسلامی گفته سازمان ملل گفته شورای امنیت گفته فلسطینی ها آمدن رفراندوم کردن و نصف ولاوی که شون گفتن جمهوری اسلامی ما از شما میخوایم که شما اسرائیل رو نابود بکنیم دو این جنگ الان حماس با اسرائیل چی؟ نمیدونم ولی سوالی که خیلی ها میکنن این هستش که آیا در این جنگ پای ایران وسط کشیده خواهد شد یا نه؟ من شاید اون خوشبینی که دارم اون نوری که در انتهای تونل تاریک میبینم من معتقدم که کشیده نخواهد شد وسط به این دلیل که نه ایران میخواهد خیلی جدی درگیر بشه و نه آمریکا میخواهد که خیلی درگیر بشه چون میدونیم که اگر اسرائیل با ایران درگیر بشه پای آمریکا میاد وسط دیگه دیگه اینی که این دیگه اثر من شمسه یعنی اینجوری نیست که آمریکایی‌ها بگن که آتش پس بکنید خشتنداری بکنید اینا نه نه اگر بین ما و اسرائیل درگیری به وجود بیاد قطعا آمریکایی‌ها به نفع اسرائیل وارد مریکه خواهند شد. این سفر آقای بایدن به اسرائیل رو چیز ازش برداشت نکنید. نه من نمیگم برداشت بکنیم یا نکنیم. اون رفیع مقدار زیادی که به افکار عمومی عربا جواب بده که مصادف شد با زدن اون مریض خونه ها و برنامه همه به هم ریخت و اینا ولی ببینید ولی ببینید مسئله ما و ما و اینکه ما درگیر خواهیم شد یا نه من معتقدم که ما نمیخواهیم درگیر بشویم درست شعار میدیم درسته که خیلی دلمون بخوادش که الان که هیچ کس به یاری حماس بلند نشده ما تو, ما،, ما تو جهان اسلام ما تو دنیا به نفع حماس بلند شیم تو افکار عمومی کشورهای عربی بالاخره جوانان مسلمان نمیدونم اینها اما هزینه سنگینی خواهد داشت برامون اگر این کار رو اه اه بکنیم فرض بگیریم که ما با اسرائیل درگیر شدیم و آمریکا هم اومد از, از, اسرائیل حمایت کرد اون چیزی که تندروها و انقلابیون تو جمهوری اسلامی مثلا شعارش رو میدن اینها خب چی میشه ما یه سری موشک هدایت شونده داریم موشک بالستیک داریم نمیدونم اینا میزنیم پرت میکنیم به سمت اسرائیل شلیک میکنیم به سمت اسرائیل گنبد آهنین 80 درصد 90 درصد اینا رو خونسا میکنه در 15 درصدشون ولی نفوذ میکنن میرن تو گنبد آهنین تلاوی میزنن برشور میزنن اینجا رو میزنن اونجا رو میزنن اینها فرض بگیریم که چند هزار تا اسرائیلی هم کشته بشن فرض بگیریم که چند صد تا آمریکایی کشته بشن تو پایگاه عین اسد و تو این پایگاه تو اون پایگاه و اینا دیگه بیشتر که چیز نمیشه دیگه عربستان اینا رو هم چند تا موشک بهشون پرتاب بکنیم و اونا رو هم بزنیم دیگه فکر نمی کنم بیشتر از این بشه دیگه بعد نوبت امریکایی هاست. بعد نوبت اسرائیلی هاست. ما چند صد تا چند هزار تا تلفات وارد کردیم با چند تا موشک زدیم یه سری جهار هم خراب کردیم بعد نوبت امریکایی هاست. و اسرائیلی ها. من معتقدم یه تیر چراغ تو ایران سالم نمی یک تیر چراغ وقت دیگه تو ایران سالم نخواهند گذاشت یه سرباز آمریکایی هم وارد ایران نمیشه اصلا هم چیز نمیکنن که رژیم و میخوایم سرنگون بکنیم نظام و میخوایم سرنگون بکنیم اصلا و عبدا اما یه تیر چراغ وقت تو ایران سالم نمونده و این جمهوری اسلامی میدونه میدونه که اگه سر شاخ بشیم یه همچین آینده ای در انتظارمون هستش و روسا تو اوکراین هشتشون گرون نوعشون روسا چیکار میخوام بکنن روسا خیلی هم بعدشون نمیاد یه تیر شراغ وقتی ایران سالم نمونه برای اینکه هرچی ما بدبختتر و ناتوانتر و ضعیفتر باشیم به نفع روساست به نفع چینیاست چون بیشتر به اونا متکی میشیم بیشتر به اونا وابسته میشیم بنابراین اینجوری نیستش که روسا پوتین بیاد یقه چاک بکنه بگه آی به سمت ایران چیز کردید اصلا و عبدا. میگم ایران هرچی بدبختر باشه محرومتر باشه ضعیفتر باشه هم به نفع چینی هم به نفع روسا که بیشتر اینجا نفوس پیدا بکنن و نمیدونم جنس بفروشن به ما و کالا بفروشن به ما نفت ما رو ارزونتر بخرن و و قسل بنابراین اینجوری بگیم تو سیاست هیچ وقت قرص و محکم آدم نمیتونه داوری بکنه بگه نه قطعا ولی من خیلی بعید به نظرم میرسه که بین ما و اسرائیلیا درگیری به وجود بیاد ممکنه بعدها که یه مقداری آب از آسیاب ریخته شد و یه خود آرامش و فروکش اینها به وجود آمد ممکنه که اسرائیلیا به تلافی حمایت هایی که ما از حماس کردیم و حالا نقشی که توی برنامه های حماس داشتیم یا جهاد اسلامی داشتیم یا نداشتیم ممکنه که اسرائیلیا مثلا فردو و نمیدونم نتنز و اینجاها رو مثلا ممکنه بزنن ممکنه اینا این دیگه حد اکثرشه ولی نه ما هیچ درگیری بین ما و اسرائیلیا به وجود نخواهد آمد تو چون گفتین که خسته شدی نمیخوام اذیتتون کنم واقعا ولی خب خیلی دوست داشتم که با همدیگه این صحبتمون رو ادامه بدیم ما چون حالا از اون روزایی که من داشتم دنبال شما میگشتم برای گفتگو ما توی کانال یوتیوبمون اعلام کردیم که قراره که شما حضور داشته باشید مخاطبان ما یه چند تا سوالی داشتن حالا من چون میخوام امانتدار خوبی باشم سال زیاده ولی دو تا رو بیشتر ازتون نمیپرسم و در انتهاشم، حالا سوال پایانی من هست توی سوالام هست که بالاخره آینده ایران چه خواهد شد اما اگه اجازه بدید من یه سالی که حالا چند بارم تکرار شده بود این بود که نظرتون در مورد نافرمانی مدنی چیه؟ آیا نافرمانی مدنی دولت و دولت و ملت رو تضعیف نمیکنه؟ آیا نافرمانی مدنی باعث نمیشه سرنوشتی مانند ونزوئلا سوریه داشته باشیم؟ ببینید هر چیزی هر هر حرکتی هر اقدامی من همونجوری که از اپوزیسیون خارج از کشور انتقاد کردم گفتم نه طرحی دارن نه برنامه‌ای دارن نه چه کردی دارن که مثلا تو آبان این کارا رو باید بکنیم تو آذر این کارا رو باید بکنیم خدامون هم همینطور یعنی شما الان از آقای خاتمی به فرصت آقای خاتمی حالا به هر حال خیلی به فوش میدن که اصلاحات و فلانیا ولی برنامه شما چیه در شما یه جریان به اسم اصلاح طلب هستید برنامه‌تون اونام هیچی ندارن میخوایم در انتخابات شرکت کنین نمیخواین در انتخابات شرکت کنین صادق زیبا کلام میگه اگه در انتخابات اصلاح طلبا شرکت کنن آبروی حیثیتی که واسهشون نمونده اون تتمه هم که مونده 5 درصد در درصد اونم میره درست میگه زیبا کلام آقای محسن میردامادی آقای حسین مرشی آقای نمیدونم غلام حسین کربازشی آقای سید محمد خاتمی اونام هم هیچ طرح و برنامه‌ای ندارن برای اینکه شما بگید که ما در ب... ما نافرمانی مدنی رو بیم انجام بدیم نافرمانی مدنی رو انجام ندیم اشکال نافرمانی مدنی چگونه هست اندازه گیری این که نافرمانی مدنی چقدر موفقیت آمیز بوده چقدر نبوده ا... ا... اینه چجوری میخوایم اندازه گیری بکنیم تصمیم گیری با اینکه اشکال نافرمانی مدنی کدام است با کیه با کیه یه زمانی بودش که تو اون چهار ماه هر وقت ما میمدیم میگفتیم که یه،, یه کلام حرف بزنیم میگفتن آقای زیبا کلام خواهش کن هیچی نگو این نهزت این حرکت رهبری داره رهبریش هم کف خیابونه حرف نزن شما آقای زیبا کلام برو دنبال کار زندگیت خب آخرش دیدیم چی شد دیگه این رهبریش تو خودشون اینا خ... مگه میشه که یه نهزت یه حرکت یه جنبش اجتماعی مگه میشه که رهبریش تو خودش باشه رهبری نداشته باشه میگفتن رهبریش خودجوشه رهبریش کف خیابونه رهبریش فراخان میده نمیدونم اینا گفتیم ما ما که همش چیزی به عنوان استاد علوم سیاسی چیزی من ندیدم ولی خب حالا شاید باشه و در عمل دیدیم چ... چی شد دیگه مدنی هم همین جوریه خب میگم تصمیم گیری باید باشه ولو اینکه ولو اینکه تصمیم گیری بعضا معلوم بشه که نادرسته خیلی تصمیم گیری درستی نبوده من چیزی که به عقل ناقص خودم میرسه من چیزی که به عقل ناقص خودم میرسه تقویت بنیان بسیار ضعیف دموکراسی هستش و اشکالش هم گفتم مدت خاص من دارم من دارم هی می نویسم هی می نویسم هی می نویسم که آقا جون به جایی که به, شورای نگهبان بگیم که شما یه خود کتاب یا یه خود چون اصلاح طلب همین کاری میکنن دیگه هر وقت که اصلاح انتخابات شد اصلاح طلبا اومدن گفتن ما داریم چانه زنی میکنیم با با شورای نگهبان یه رایزنی داریم با شورای نگهبان انجام میدیم و امیدواریم که گزینش شورای نگهبان من چی گفتم؟ گفتم آقا این شر رو رو بذاریم کنار به شورای نگهبان باید بگوییم که نظارت استثوابی نظارت استثوابی مقایر با ابتدایی ترین اصول دموکراسی و انتخابات آزاد هستش تموم شد رفت این باید باشه نگاه ما و, و روی کرده ما به خصوص بعد از 96 و دیگه, 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 دیگه مشخص شدش که در حقیقت انتخابات جواب نمیده و بعد چیزهای دیگه که حالا تو مصاحبه خدمتون عرض کردم بنابراین این که نافرمانی مده اما اینی که ما ونزوئلا خواهیم شد اینی که ما کره شمالی خواهیم شد ما نه ونزوئلا خواهیم شد نه کره شمالی خواهیم شد کره شمالی نخواهیم شد برای اینکه قدمت مبارزات مدنی تو ایران اصلا قابل مقایسه با کره شمالی نیست کره شمالی شما شما 130 شما فقط آمار بگیریم از زمان مشروطه به این ور انقلاب مشروطه 1285 بوده الان 1000 الان 1402 هستش ببینید الان 117 سال از, انقلاب مشروط داره میگذره شما فقط آمار بگیبین تو این 117 سال ما چه تعداد زندانی سیاسی داشتیم چه تعداد روزنامه بسته شده چه تعداد نمیدونم بگیر بگیر را افتاده و آدم ها رو گرفتن زدن بستن اینا نخواه که که مبارزه جامعه مدنی دموکراسی خواهی در ایران رو نخواه که شما اصلا با کره شمالی مقایسش بکنی تو کره شمالی من تنها چیزی که در رابطه با کره شمالی شنیدم این بودی که میخوام فرار بکنم میخواستم فرار بکنم آخرین بار یه کشتی اومده یه تعدادی اه... یه تعدادی مال کره شمالی بوده اه... فرار کردن اومدن کره جنوبی اینی که قدمت مبارزه مدنی در ایران خیلی زیادتر هستش دانشگاه به عنوان مثال نظام علا رقم همه قدرتی که داره علا رقم همه تشکیلات اطلاعات امنیتی که داره نتونه سریف دانشجوها بشه نشد نتونست بشه بنابراین چجوری میتونه جامعه مدنی رو ساکت بکنه سرکوب بکنه این هم, هم کرده بنابراین نه ما شمالی نخواهیم شد ما ونزوئلا هم نمیشیم ونزوئلا الان توافق کرده آخرین اخبار و تحولات ما ونزوئلا شما بهتر از من باید بدونی آخرین این هستش که آقای شاورز موافقت کرده نه چاورز نه بگو چه رئیس جمهوری جدیدشون ایشون موافقت کرده با رهبر اپوزیسیون که انتخابات آزاد برگزار بشه آمریکایی‌ها یه مقداری از ها رو برداشتن و انتخابات آزاد هم برگزار خواهد شد نمایندگان ناظرین به این خواهند آمد این چه ربطی به جمهوری اسلامی پیدا میکنه مثل که مثلا شما بگید که حکومت با آقای خاتمی مثلا با همدیگه توافق کردن که انتخابات آزاد برگزار بشه و آمریکاییان بیان بگن که ما یه مقداری از ها رو کم میکنیم ناظران بین بیان یعنی ما, ما هیچ ربطی نه به ونزوئلا داریم و نه ربطی به کره شمالی سوال بعدین دکتر اگر براندازی راه حد نیست وقتی با حکومتی طرف هستیم که نه دموکراسی میفهمه و نه به مردم اجازه انتخاب و اصلاح میده چه چیزی راه حله به شیخ ابو سعید ابوالخیر گفتن که حضرت باری تعالی رو کجا پیدا کنیم وای من عاشق پاسخ شیخ ابو سعید هستم وای عاشقشم کجا دنبالش گشتیم پیداش نکردیم کجا دنبال حضرت وارد الو گشتیم اینجا نبودش کی شما دنبال دموکراسی بودین کدوم حرکتی شما به خاطر به وجود آوردن دموکراسی بوده نبود ه بود ولی دیگه تداوم پیدا نکرد ببینید ببینید دموکراسی دموکراسی حدودا 1400 1500 حرکت در جهت دموکراسی با رنسانس اروپا شروع میشه قرن 19 هم بهش میرسن 1800 خورده بعد از انقلاب کبیر فرانسه بهش رسیدن تو غرب دموکراسی 400 سال 500 سال طول کشیده من نمیگم که در جمهوری اسلامی در ایرانم 400 سال 500 سال طول خواهد کشید نه تحصیل کرده ها خیلی زیادتر شدن فضای مجازی به وجود آمده و و و و و اما واقع مطلب این هستش که واقع مطلب این هستش که اولین گام در پاسخ با چه باید کرد اولین گام این هستش که آیا شما این رو میپذیرید که ما باید در جهت تحقق دموکراسی در جامعه ایران حرکت بکنیم نمیپذیره که شما این رو تا من اینو میگم شما میزنید دهنم میگین اصلاح طلب اصول گرا دیگه تمام ماجرا بمیدونم باره بشین خونتون خائن این خیانت کردین خجالت بکشین از خون شهدا خجالت بکشین از محسا یه چیز دیگه هم بپرسم دیگه هست <applause> گفتم تو در تا یه نزای کلامی بین شما دکتر سروش اتفاق افتاده ماجرا چی بوده الان نظر شخصیتیشون چیه توی یکی از اولین اه زمان اه زمان آقای زمان انتخابات انتخابات هزار چ... نه نه انتخابات 1400 و بودش که این فضای مجازی بگو اسمش الان یادم رفت دوچار آلزایمر شدم همین که ب... آدم تو شرکت میکنن و کلاب هاست کلاب هاست باید شوخ شوخی باید برم دکتر کلاب یادم رفته بود بگم اه... تو یکی از اولین کلاب ها بود انتخابات خورداد بود خورداد 1400 بود این فکر کنم اردی بهش بود یعنی یادتون تو ماشی کلاب همون موقع ها را افتاد دیگه آره 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 من یادمه که مثلا 17 هزار نفر ۲۰ هزار نفر می اومدن چیز میکردن اینا توی یکی از اولین برنامه ها آقای پسر آقای سروش اومده بود آقای سروش دباق اومده بود اینا می من اولین حرفی که زدم اولین حرفی که زدم این بودش که ازتون خواهش میکنم سلام و ارادت منو به پدر ابلاغ بکنید به آقای دکتر عبدالکریم سروش ابلاغ بکنید به پسرشون گفتم من سراپا برای دکتر عبدالکریم سروش احترام قائلم و کلاه از سر بر میدارم در برابر ایشون تا کمر تعظیم میکنم در برابرش انسان بسیار شریفیه انسان بسیار درستیه ولی من تا اونجا که میدونم معصوم چارده تا بیشتر نبودن الباقی ممکنه خیلی اشتباهات کرده باشم و کردن ممکنه که دکتر سروش در قضیه انقلاب فرهنگی دوچار خبت و خطاهایی شده باشه و شده از نظر من شده من خودم هم شدم ما به دنبال یه, یه آرمانهایی بودیم به دنبال اخراج من به دنبال اخراج نبودم من به دنبال تصفیه نبودم در جریان انقلاب فرهنگی من واقعا فکر میکردم که با اون افکار عقایدی که اون موقع داشتیم یک یک حرکت جهانی شروع شده بود توسط حال روشن فکرا و اینا که باید دانشگاه بره به سمت و سویی که بتونه به کشورهای در حال توسعه بیشتر خدمت بکنه یه فکری دهه شست در اومده بود دهه شست میلادی دهه چهل توسط روشن فکر و نمیدونم اینها ادوارد سعید و نمیدونم اینا نمی که دانشگاه ها در غرب محصولاتشون کمک میکنه به سرمایه داری ما این فکر رو منم این فکر رو داشتم بهش اعتقاد داشتم اینا بنابراین بعد از من یکی از اهداف من صادق زیبا کلامی بوده که کاری بکنیم که محصولات دانشکده فنی شریف بهداشت محیط زیست کرد دانشگاه تهران میان بیرون اینا بتونن به جامعه عقب افتاده ای ایران از نظر کشاورزی از نظر دامپروری اینا بتونن بیشتر خدمت رسانی بکنن تفکری که داشتیم اون بود تو جریان انقلاب فرنگی که الان فارغ و تحصیل دانشکده فنی فارغ و تحصیل تکنیک فارغ و تحصیل شریف اینا الان میتونن به صنایع آمریکا خدمت بکنن اینا الان میتونن به صنایع آلمان خدمت بکنن به صنایع کشورهای پیشرفته ما الان ما اون ما, ما هند آفریقا ما الان اون پیشرفتگی نداریم ما الان مهندسینی میخوایم که بتونن با،, 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 با, کمک امکانات اولیه بتونن شکوفایی اقتصادی بکنن در هند در نیجریه در, در ایران این, این افکار عقایدمون بود که رفته بودیم به دنب... مال من بود که رفته بودیم به دنبال انقلاب فرهنگی خب اشتباه بود من الان معتقدم من الان که اشتباه بوده اون طرز فکر ما یه مهندسی بیشتر نداریم تمام شد رفت. رفت اینجوری نیستش که یه مهندسی مکانیک ما داشته باشیم مخصوص هند یا مخصوص کشورهای عقب افتاده یا آفریقایی یا مخصوص ایران و یه مهندسی مکانیک داشته باشیم که وقتی فارغ و تحصیل میشه بره ناسا خدمت بکنه یه مهندسی مکانیک بیشتر نیستش اینو من الان فهمیدم ولی ببینید اون موقع 45 سال پیش بود 50 سال پیش بود سنگ پاره آجر درخت تبریزی اینا تغییر نمیکنن درخت تبریزی هم میره بالا بابا آدم تغییر میکنه من صادق زیبا کردم 50 سال پیش یه افکار عقایدی داشتم یکیش همین بود که آقا مهندسین ما باید کسانی باشن که بتونن به صنعت در حال نمیدونم فلان ایران خدمت بکنن این مهندسینی که ما الان داریم تربیت میکنیم از شریف میان بیرون اون موقع که اسمش آریامه بود دارم میان بیرون اینا به درد آلمان میخورن ما که صنعت پیشرفته مثل آلمان نداریم در ایران این این اشتباه بود حالا چامسکی و دیگران و دیگران این راه انداخته بودن ما به تقلید از اونها به این چیزها اعتقاد پیدا کرده بودیم الان من فکر کنم این فکر اشتباه بوده عرض کردم یه مهندسی بیشتر نداریم بنابراین تو جریان انقلاب فرهنگی آره اشتباه شد اشتباه شد تنها گروهی که تو جریان انقلاب فرهنگی زد و برد همین دانشجوهای دفتر تکیم وحدت بودن و پاکسازی کردن دانشجوهای بس... دانشجوهای چریکای فده خلق و امر اخراج کردن اساتید اخراج کردن نمیدونم اینها کجا ما به دنبال اخراج بودیم کجا ما به دنبال این بودیم که مثلا یکی کسی تو دیگه مثلا تو دانشگاه نباید باشه یکی کسی از شهبانو فرح مثلا مدال گرفته نباید تو دانشگاه باشه تو چون آدم حسابی بوده مدال گرفته چون با سواد بوده مدال گرفته چرا شهبان و فره به صادق زیبا کلام مدال نداد این که صادق جان بی بوده ولی با آدمایی که با سواد بودن شهبان و فره مدال میداده متو اینا رو اخراج کردن که از شهبان و فره مدال گرفتم نه من نه دکتر سروش هیچ کدوم دنبال این نبودیم دعوای من با دکتر سروش این بودش که چرا محکوم نکردی شما؟ من که کاری نبودم من نمیتونستم محکوم کنم من عددی نه من دربون بودم نگهبان بودم در حد خودم من محکوم کردم ولی شما باید محکوم میکردی اگه چون میگفت من قبول نداشتم پاکسازی رو راستم میگفت قبول نداشت پاکسازی رو یه کسای دیگری میکردن دفتر تکیم وحدت میکرد یه سری اساتید چه میدونم حزب الله یا اینا میکردن که بعدا همونا خود سروش هم انداختن بیرون من دوام با دکتر سروش این بودش که چرا شما اعتراض نمیکردی چه شما وای جلوشون این دعوایی بودش که با همدیگه در حقیقت پیدا کردیم ولی من الان که در برابر شما نشستم هفتاد و چار کیلو پنج کیلو هستم و نوت کیلو احترام هستم به دکتر سروش فوق العاده قبولش دارم آدم درستی میدونمش آدم پاکی میدونمش دو اون سال آخرم که سال مشترک منو مخاطبانی که آینده ایران چی میشه و بعد من حالا چون گفتگو من با یه تم خاصی تموم میکنم بعد حالا به اونم میرسیم آینده ایران به جز دموکراسی به جز دموکراسی به جز دموکراسی هیچ چیز دیگری نخواهد بود دموکراسی دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره دموکراسی از بین نخواهد رو چرا من اینقدر محکم میگم این تاریخ نشون داده آغازگرش مردم باشن اینا دیگه شعاره آغازگرش مردم باشن نمیدونم پایان بخشش مردم باشن نه دموکراسی یعنی این که شما از حکومت بخوای که انتخابات باید آزاد باشه حکومت حق نداره تو انتخابات دخالت بکنه بگه کی بره مجلس کی نره مجلس کی رئیس جمهور بشه کی نشه دموکراسی یعنی این هید من آخر گفتگوه هم از مهمون حالا یا یه چیزی واجه بهشون میگن یا یه اسمی میگن و ازشون میخوام که حالا حسشون رو در مورد اون بگن شما بگین که آقای حسن خامنی چیکار میخواد بکنه؟ چیکار میخواد بکنه؟ نمیدونم آقای محمد خاتمی سه تو رو قرآن یه کاری بکن سه تو رو خدا کاری بکن سه تو رو جدد یه کاری بکن یه خود حرکت کن یه خود بیا دموکراسی اگه من چرت میگم سید بیا بزن تو دهنم ولی اگه درست میگم که بدبختی ما اینی که دموکراسی تو مملکتمون نیست خب سه چرا کاری نمیکنی برای دموکراسی حسن روحانی کاش یه روز میتونستم دوتایی توی خلوتی بیشینی با هم دیگه بهش بگم چه بلایی سرت اومد بعد از 29 اردی بهشته 96 بهش بگم ببین آقای روحانی من که آب و حیثیتی نداشتم رسوای جهانم خرابم ولی به اون تتمشم تو عبین بردی میدونی من چقدر بهای حیثیتی پرداختم به خاطر عملکرد تو بعد از چون من خودم رو خیلی شریک میدونم تو اون 24 میلیون رای خانم نیکنا من سه ماه چهار ماه کار و زندگی و درس و همه چی رو تحتیل کردم زن و بچه و نمیدونم همه چی رو تحتیل کردم از این استان به اون استان از این دانشگاه به اون دانشگاه از این شهر به اون شهر باور کن از شش صبح پنج صبح هفت صبح حرکت می‌کردم. از تقریبا بهمن اسفند 95 تا همون 29 اردی به هشت 96 که بعد در انتخابات شرکت بکنیم خیلی ها خیلی. خیلی نه 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 ببین این نه رو دخترم من این نه رو از رو تعصب نمیگم خیلی وقتا ما نه رو از رو پر روگی میگیم از رو تعصب میگیم نه برای اینکه اون موقع بهمن 95 اسفند 95 فروردین 96 اردی به 96 حتی تا یه مقداری بعدش با تمام وجود معتقد بودم که گزینه دیگری راه دیگری برای تغییر برای رسیدن به اون دموکراسیه به جز صندوق رای وزارت کشور نداریم اینو توی اون یه چیزی جمعه معروفی گفتم توی فیلم مال انتخابات آقای, آقای روحانی گفتم به جز صندوق رأی شکسته پیکسته وزارت کشور هیچ گزینه دیگه ای نداریم واقعا اعتقاد داشتم روزی هم که اعتقاد نداشتم به این تو انتخابات شرکت نکردم 98 خیلی اومدن به من گفتن گفتم اصلا صحبتشو نکنید 1400 خیلی اومدن به من گفتن گفتم اصلا صحبتشو نکنید 1400 هم میگم اصلا صحبتشو نکنید اخراج اساتید صدا از قبرستون در اومد از بهی زهرا در اومد ولی از اساتید صدا در نیامد که چرا همکارای ما رو دارین مثل آب خوردن بیرون میکنی محمود احمدی نژاد آقای احمدی نژاد میشه شما یه بار راجع به اون هشت سال صحبت بکنی یعنی تمام کارهایی که کردی درست بود چرا یه بار شما راجع به اون هشت سال راجع به هیچ جنبه ای صحبت نکردید وقتی صحبت نمی این هر کاری کردم درست بوده هر کاری کردم درست بوده مخصف. اینه درست بود بلایی که شما آقای احمد نجاد سر این مملکت وردی آقای احمد نجاد مغلام نیوردن ولی شما حتی یه بار راجبه صحبت کردی راجب اون سیاست ها خیر هجاب اجباری هجاب اجباری همونقدر که بیهجابی اجباری رزاشا به هیچ جا نرسید هجاب اجباری جمهوری اسلامی هم به هیچ جا نخواهد رسید اصلاح طلبان اصلاح طلبان این چیزایی که میگن واقعا در حقشون درست نیست که خیانت کردن رژیم داشت سقوط میکرد اینا آمدن جلوی رژیم جلوی سقوط رژیم رو گرفتن میگن دیگه خیلی اینا رو میگن دیگه آخه دو خورداد رژیم داشت سقوط میکرد مثلا اگه آقای خاتمی نایمده بود نامزد بشه مثلا نظام سقوط میکرد آخه نفر آقای ابراهیم رئیسی آقای ابراهیم رئیسی من فقط تعجبم اینه که این آدمی که دیگه الان ما دیدیم دیگه تو ریاست جمهوری دیگه توانش و هوشش و استعدادش و نمیدونم ذکاوتش و کاردانیش و لیاقتش و اینا این آدم گریهش میگیره که این آدم سی سال چهل سال قبل از اینکه هزار بیاد رئیس جمهور بشه بالاترین سمت ها رو تو قوه قضاییه داشته پاسخگو نبودن یعنی همین اگه قوه قضایی پاسخگو بود رئیسی یه روز هم نمیتونست تو قوه قضایی بمونه باشه دموکراسی یعنی اینکه نظام پاسخگو باشه حکومت پاسخگو باشه در قبال عمل کردش ببین ترامپ چجوری باید پاسخگو باشه دادگاه ببین چه پوستی داره از سرش میکنه چقدر قدرت داره این یعنی پاسخ بودن خیلی ممنونم از اتنای دکتر منم از شما ممنونم و دیگه امیدوارم خداوند آخر آقاوت همه ما رو ختم به خیر بکنه آخونده آخرش اینو میگن بسیار خوب سلامت باشید مخاطبان دیدار ممنون که ما رو دنبال میکنید